مرحوم آقای فشندی با اون عظمتش توی قم 40 شب چهارشنبه مسجد جمع کلام میرفت، نماز امام زمان میخوند. امام زمان ببینه همه تون هم شنیدید، هفته 40 میگه بعد از ظهر در گروهی تو حیات مسجد جمع کلام قدم میزدم، دیدم سید نورانی منم یه جام آبی دستم بود، حالا یه مشک آبی جام آبی دستم بود، دیدم سید نورانیه، گفتم شاید از راه دور اومده تشنه است، یه لیوان آب ریختم بردم دادم به این سید تعارف زدم، گفتم آب بفرمد این آب نتلوید مراده، این ضرب المثلش از اینجاست، تعارف زدم گفتم آب بفرمایید، تا آمدی آب رو بنوشه گفتم یادی هم بکنید از ارباب معاجت ابن الحسن، بگو همیت این آب رو نوشیدن، بعد فرمودن که جناب آقای فشنبی اگر هر کدوم از محبین و شیعیان ما به اندازه یه استکان آب خوردن یاد ما می افتادن توفیق دیدار ما اینقدر به تأخیر نمی افتاد. علی ابن مهزیار 21 مرتبه مکه مشرف شد، سری 21 دلش شکست، دور خانه خدا طواف که میکرد یه لحظه گفت خدایا من 21 مرتبه به نیابت از امام زمان اومدم حضرت رو ببینم، اگه این سری نبینم حضرت رو دیگه نمیام. همینطوری تو حال خودش بود گریه میکرد، یه مرتبه مشاهده کردیم که سومد از سوشونش دوزاش که دنبال امام زمان میگردی با من بیام، میگه به من نشون داد، منو برد بیرون شهر وسط یه بیابونی خیمه ای از دور نمایان بود، نزدیک شدم به اون خیمه گوه امام زمان اینجا تشریف دارم، گفتم میشه اجازه بگیریم برسم خدمت حضرت، اجازه گرفت اومدم داخل خیمه، دیدم حضرت حجت بلند شدن آغوش با کردن، گفتن علی ابن مهزیار بیا، امام زمان منو در آغوش کشید، گفتم آقا فدات بشن شما که انقدر علاقه بین ما هست، انقدر من و شما به هم علاقه دارین، چرا انقدر توفیق دیدار شما عقب افتاد؟ حضرت فرمود من نمیخواستم گناهان تو به تأخیر بنداخت، ما چقدر یاد حضرت، من یه روایت بخونم اجازه میخوام وقت عزیزمو میگیرم جلسه رو تقدیم بکنم روزه براتون بخونم بهره مند بشم، اون روایت همینه، مصعب بن سیار روایت میکنه از امام رضا علیه السلام که حضرت میفرمان امام رضا، مصعب بن سیار میگه با امام رضا از یه منطقه به نام تیهان نزدیک طوس رد میشدیم، حضرت به من گفت که بریم جایی، گفتم ما کجا؟ گفت بریم یه جای تشییع جنازه ایه، یه اومدیم دیدیم بعد یکی از مؤمنین از دار دنیا رفته، امام رضا تو تشییع جنازش حاضر شدن، چنان امام رضا نوحه و ناله میکنن که انگار فرزندشون رو دست دادن، دیدم آقا تو حال خودش نیست، یه مقداری که حال حضرت بهتر شد، گفتم آقا چرا این کار رو میکنید؟ حضرت فرمودن یا مصعب بن سیار اما علم فعنا معاشر العلم تغرز و علینا اعمال و شیعتنا، نمیدونی اعمال و شیعان ما بر ما علم عرضه میشه صباحا و مساء هر صبح و شب، فما کانت تقصیر فی اعمالهم سعلمت با تعالی از صفحه به صاحبه، وقتی مشکلات اونها رو میبینیم گناهانشون رو میبینیم نمیتونیم تحمل بکنیم، دعا میکنیم خدا ببخش صاحب این گناهان رو، و ما کان من العلو سعلمن با شکر صاحبه، وقتی رفعت درجه شیعانمون رو میبینیم خدا رو شکر میکنیم، میگه الحمدلله اینا منصوب به ما، خدا مقام اینها رو بیشتر کن، مصعب بن سیار این شیعه بود که دلش برای ما میتپید، مرتکب اون چیزایی که ما نهی کرده بودیم نمیشد، رو همین حساب اومدم بالا سرش، امام زمان ما از دنیا بریم بالا سر منو تو میاد یا نه، نگاه به ماها میندازه یا نه، رسول ترک از دنیا رفت نقل میکنم میگم دیدم حضرت زینب سلام الله علیها جلوی این جسد جلوی این تابوت را افتاده، بگه این جنازه ماست بیاریدش پشت سر من بیارید بیبی جان، حضرت زینب، یعنی اون روز میشه که شما تشریف بیارید بگید این شخص متقدره به ما، خیلی پا روزه ما گریه کرده، خیلی پا روزه ما گریه کرده. احتمال.ir